سلام دوستان، در آموزش برنامه‌نویسی VBA در خدمتتون هستیم. در محیط مایکروسافت ویزیو در این جلسه می‌خوایم دیباگ کردن رو با هم کار بکنیم. خب ما یه فرآیندی رو داشتیم که از طریق برنامه‌نویسی در VBA اون رو تونستیم شبیه سازی بکنیم. حالا می‌خوایم این فرآیند رو پاک بکنیم و یک فرآیند جدیدی رو بنویسیم که ببینیم برنامه ما هنوز پویا عمل میکنه یا خیر. خب برای این کار اول باید بهتون بگم که ما اینجا به ازای شیپ های مختلفمون دیتا تعریف کردیم. این دیتا ها خب باید به ازای همه تعریف شد و کد ما راه میشه، یعنی من باید میانگین زمان حتما داشته باشم که بتونم شبیه سازی بکنم دیگه. اما خب متاسفانه توی VBA وقتی که من از ایونت یا شکل استفاده کنم یه چنین دیتا هایی وجود نداره. خب به خاطر همین من همین شیپ ها رو میخوام، یا اگرم از اینا استفاده میکنم دوباره از اول باید به دقت واسه همه اینا شیپ دیتا هایی که وجود داره واسه هر کدوم از اینا رو دوباره بسازم. خب شما اگر به سایت diaco.com برین و با دوره آموزشی نرم افزار ویزیو و فرآیندها آشنایی پیدا بکنیم و خب اون جلسه ای که من استنسیل ها رو گفته بودم جلسه آخر، شما میتونین از اون استفاده کنین و استنسیل رو ایجاد بکنین که این استنسیل مخصوص شبیه سازی باشه و دیگه همواره از اون بتونین استفاده کنین. استنسیل ها نحوه ایجادش رو اونجا من گفتم، شما میتونین به اون فیلم مراجعه کنین و یه نیو استنسیل کنین و این استنسیل ها رو بسازین. خب من همینجا یه استنسیلی میسازم. اول میام پروپرتیز تایتلش رو میکنم سیمولیشن باکس. من قبلا اینجا چون یه بار خواستم ببینم چه باک هایی رو داره که با هم دیگه حالا برطرف کنیم، تو این ویزیو یه استنسیلی رو واسه سیمولیشن درست کرده بودم و اینو پاک کردم و دیباگ هم کردم، ولی خب من میخوام الان با هم باک هاشو ببینیم. به خاطر همین من از اول این دیباگ کردن رو شروع میکنم. VBA که قبلا حالا باز شده بود واردش بشیم. خب من از ابتدا میخوام ببینم این فرآیند من آیا درست کار میکنه یا خیر. خب یه استنسیل درست میکنم، میتونم اینا رو هر کدوم میگیرم، فقط کافیه بندازم اینجا. من اینجا پروتکت کرده بودم، یادم نبودش. میام توی پروتکشن، با پروتکشن ها که آشنا هستین چون توی همین دوره آموزشی گفته شده. خب اینجا پروتکشنش رو برمیدارم، حالا میام میگیرم. خب فقط یه چیزی رو توجه کنین، این کنترل و من توی دوره آموزشی ابتدایی ویزیو گفتم، آموزش ویزیو و فرآیند ها که میتونین اینو کنترل کلیک چپ وقتی که میگیریم اینو میکشیم کلیک چپ رو ول کنیم کپی رو انجام میده، اینجا هم کپی میکنه. خب این هم کپی میکنم، فقط میخوام تکستش همین تکست نباشه دیگه وقتی که دارم استنسیل درست میکنم. اینجا مینویسم تسک. خب بعد حالا میگیرم میندازمش این تو. خب بعد میام یه دیسیژن میگیرم، یه کپی ازش میگیرم مینویسم دیسیژن. خب گیرم میذارم تو. بعد میام یه دونم فعالیت میگیرم، فعالیت هم گرفتم اشتباهی، مینویسم اکتیویتی و خب میگیرم میذارمش تو. و میام آخر یه دونه اند ایونت میگیرم میذارم. خب اینا رو درست میکنم، استارت ایونت یه تسک یه دیسیژن یه فعالیت یه دونم انت ایونت. خب وقتی که این کار انجام دادم حالا میام اینا رو دیگه پاک میکنم. ببین توجه کرده باشین وقتی که من استنسیل رو درست کردم اینم سیو میکنم، این حالا سیمولیشنه و
من اینو میکنم چی؟ simulation box سیوش میکنم. خب اگه توجه کرده باشی وقتی من استنسیل رو ساختم دیتا گرافیکش هم باش اومد، چه خوب، دیگه واسه شبیه‌سازی لازم نیست این دیتا گرافیک ها رو از اول ست کنم. دیتا گرافیک ها رو میتونید توی آموزش نرم افزار ویزیو و فرآیند ها به صورت کامل تشریح شده و ببینین اونجا اگر باشون آشنا نیستین. خیلی ابزار کاربردی واسه نمایش داده ها توی ویزیو هستش، حتما ازشون استفاده کنید. خب رویداد ورود هستش، یه تسکی رو مشتری میاد انجام میده، به نظر من تسک نشستن هستش. خب بعد وقتی که نشستش سفارش میده، اوردر میده. خب وقتی که اوردر داد میاد چیکار میکنه؟ آها، میاد اینجا سرویس دریافت میکنه از پیش خدمت. فقط توجه کنین وقتی که استنسیل رو ایجاد میکنین نها کنین دیتا هاش هم باش میره دیگه، اگر میخواین دیتا باش نباشه میتونین اینا رو صفر کنین بعد داخل استنسیل بسازین. خب حالا من نکردم چون سری میخواستیم این کار انجام بدیم. بعد یه تصمیمی رو مشتری میگیره که آیا راضی هست یا خیر. خب کاستومر ساتیسفاید، آیا راضی شد؟ اگر بله که پول پرداخت میکنه میره. اگر نه خارج میشه، همینطوری پول نمیده دیگه. تزه این رستوران اینه که اگر مشتری ناراضی بود پولی هم پرداخت نخواهد کرد. چه رستوران خوبی. خب حالا من کانکتورها رو باید بذارم. میتونم بیام اینجا کانکتوراش ویژو اینجا خودم کانکتورها رو بذارم. ببینید اینجا کانکتورها رو اگه به این صورت بذارین مشکی میزنه، من دوست ندارم این بر اساس تمی که دارم. خب مشکی نیست و این کانکتور بی پی ام ان هم نیست. من یه کانکتور بی پی ام ان از اینجا نها کنین سبز، من اینو دوست دارم دیگه. خب من همین سبز رو میخوام داشته باشم. اینو میام یه کپی ازش میگیرم میذارم اینجا، سرشم میکنم کانکت طور. حالا دوباره سیوش هم میکنم. خب میام بالا، بعد میام حالا اینا رو با هم وصل میکنم. ای بابا خودکار وصل کرد. خب میام اینا رو با هم وصل میکنم. اگر راضی بود میاد چیکار میکنه؟ پول پرداخت میکنه. یس. اگر راضی نبود خارج میشه. نو. خب بعد اینکه پولم پرداخت کرد خارج میشه. فقط ما اینجا کاستومر رو رشته فرستاد، این بعد از این خارج بشه. خب اینم بعد بیاد وارد بشه. اینم دیتا گرافیکش رو یکم عوض بکنیم بیاد اینجا. مثلا اینو بیاد اینجا وارد بشه، اینم بیاد اینجا. خب اینم رو یه ذره به هم ریخت داشتم درستش میکردم بدترش کرد. اینم یه ذره جا داره بیاد جلو. خب اینم همینطور، حالا بهتر شد. خب قشنگ‌تر شد. حالا می‌خوایم چیکار کنیم؟ شبیه‌سازیمون رو اجرا کنیم ببینیم چطور میشه دیگه. من الان یه نرم افزاری باید داشته باشم که به راحتی شبیه‌سازی رو انجام بده دیگه. خب فقط این چیزها رو دیتا ها رو درست کنم. خب کاستش که یک باشه، اوریج تایمش هم دو باشه مشکلی نداره. این هم دو باشه یک یک مشکل نداره. این خیلی زیاده، میخوام سریع انجام بشه. این هم میکنم دو، این که دو شد. بعد این هم میکنیم که همون دو خوبه، اینم که یه اند ایونت هستش. خب حالا بیایم پلی کنیم ببینیم چه باگ هایی از همون میگیره، چه مشکلی داره. ران میکنم برای نیم 30 ثانیه فکر کنم خوب باشه. خب فعلا که خوبه، داره میره جلو.
هنوز هیچ باگی از ما نگرفته. خب مشکلی نداره مثل این که خب یه اولین باگ ما رو از همون گرفت، دیباگو میزنیم. خب اینجا اومده چیکار کرده؟ ببینیم با هم دیگه. خب شیپ 2159، ببینین یه چیزی که من بگم، اینجا شیپ هامو چون ثابته و تغییر نمیکنه، من هر کدوم از اینا رو از طریق نیمش استفاده کردم. این 2157. خب این گفته شیپ 2159 من به مشکل خورده. برای چه کاری میخواستم اینو؟ After Simulation Total Customer Arresting. خب این که نباید مشکلی داشته باشه، مساوی قرار دادم با تعداد کاستومرم که 7 است. منهای End Event من. خب End Event من رو من اینجا اومدم چیکار کردم؟ اون ایونت هم هر کدوم که میذاریم اینجا یه End Event هستن دیگه. آیدی هاشون اگه شیپ نیم رو بزنین ابتداش اند ایونت هستش و خب بقیهش 3797 هستش و همه نها کنین اینجا هم شیپ نیم من اند ایونت 144 هست، پس اون رو نتونسته پیدا کنه. چرا؟ چون من یک شیپ به خصوص اند ایونت رو تعریف کردم اینجا. برای این کار ما یه اشتباهی که داشتیم، نیومدیم از همه اول انتهای فرایندمون رو ببینیم کجا هستش. من اینجا یادتون اومده بودیم با هم استارت ایونت رو پیدا کرده بودیم. خب خوبه که ما ابتدا و انتهای فرایندمون رو پیدا بکنیم و خب اگه جایی مثلا همونجا لازم داشتیم ایونت هم بذاریم. بخاطر این من از else if استفاده میکنم. else if در غیر این صورت، اگر یادم نمیاد حالا اینو بهتون گفته بودم، else رو فکر کنم بهتون گفته بودم، else if نه، else if اگر، در غیر این صورت اگر. خب این else if دیگه، خب بذارین اول اینو بگم، این end event بود. خب تعدادش رو هم که 1 2 3 1 2 3 4 5، این کمتره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 5 3 8 9 تا باید باشه. اینم 9 میکنم. خب چرا ارور گرفته بود از من؟ else if دیگه درست نمیشنم. else if expected end of statement then. خب بیاییم ببینیم من خودم مثل یادم رفته else if رو چجوری مینوشتم. یه دونه else if که قبلا نوشتم رو پیدا کنم ببینم مشکل چیه. یه انتظار میرفت که else if left in سایی این بود. این else if منو نمیشناسه. else if آها حالا شناختش. then چون اینطوری میکنم حالا شناختش. فکر نمیکنم چیزی من اشتباه میزدم اونجا، حالا نمیدونم چرا. بذارین یه بار من پاوز کنم اینو کلا، وقتی که در حالت ران هستش ذره اذیت میکنه. خب else if این end event بود، من یه متغیر دیگه مثل همین دقیقه میذارم، اینو میذارم چی؟ به نام end event. خب حالا هر آیدی که داشته باشه دیگه end event همو دارم. یه متغیر start event همو کجا تعریف کردم، یه دونه متغیر end event as a string هم واسش تعریف میکنم. خب حالا اینجایی که داشتیم باید end event همو بگم دیگه، این باشه نه اون، end event name هم باشه. خب کجا بودش؟ توی
اینجا توی ریپورت ها بودش، درسته؟ وقتی که اینجا اینو داشتم، کپیو زدم. and event name. خب اینم دیگه کوتیشنش رو، دابل کوتیشنش رو برمیدارم. فقط یه دقیقه ببینیم که and event تو از قرار امله اشتباه ننوشته باشیم. خب حالا بیایم ببینیم دیگه کجا من end event استفاده کردم. یه F میزنم، end event find میکنم ببینم کجا هست. خب این که همون اولی هست، چی این هم که چون 9 تا کاراکتر اولش رو گرفتم مشکلی نداره، تموم شد. همین دو تا، همین یه جا بودش که سفید. خب سیوش میکنم، میام اینجا کلیر دیتا میکنم و دوباره ران میکنم. دوباره 30 ثانیه رو واسش میذارم، اوکی میکنم. خب ببینیم تا کجا میره. همونطور حالا اینجا فکر کنم بهش بر نخوره. ما وقتی که میخواییم ویزیومون رو ران کنیم دو جور باگ بهش برخورد میکنیم، حدودا حالا دو جور. یه جورش اینطوری هستش که به ما میگه کجا هست و میگه برو دیباگ کن، مثل همینجایی که دیدیم برنامه اجرا میشه و تا اونجایی که به باگ برسه جلو میره و بعد به ما ریپورت میده. یه جا هم هستش که اصلا نمیذاره ما برنامه رو اجرا کنیم، میگه آقا این مشکل وجود داره ها. حالا یه جا با هم مثلا همون اند ایف که همون اول قبل ران کردن و از من گرفتش، دیدین که من اونجا میخواستم الس ایف کار ببرم، اون خودش یه جور باگ بود که محیط وی بی ای از من گفت، گفت آقا السیفتو درست ننوشتی، که من حالا رفتم درستش کردم. و یه باگ هم که دیدیم با هم از اون مشکل گرفتش. یه باگ هم هستش که حالا جلوتر من یه بار بهتون نشون میدم که برنامه اجرا میشه، ببخشید برنامه رو نمیذاره اجرا کنم، اروری از من نگرفت ولی وقتی که پلی رو میزنم نمیذاره اجرا کنم و میگه آقا اینجا باگ داری. یه باگ هم هستش اینطوری، همه چی اجرا شده، همه چی خوب هستش، ولی اینو داره به من صفر میده. در صورتی که اگه توجه کنی تولتا اینترنس من 7 بوده، کل خروج من 5 بوده. پس من اینجا 0 و 0 چرا به دست آوردم؟ توتال اینترنس 0، توتال اگزیت هم 0. خب دلیل اصلیش به خاطر اشتباه نوشتن من بودش. من اینجا اومده بودم اون موقع از اینزرت فیلد استفاده کرده بودم و خب تو اینجا یه فرمول نوشته بودم که فرمولش همین دقیقا مثل شیپ شیت بودش، که گفتم آقا این رو برابر با دیتای این یکی قرار بده، ببخشید دیتای این یکی قرار بده که توتال اینترنس باشه، چون جفتش باید یکی باشن دیگه. خب ولی در حقیقت باید میفتن شیپ دیتا نامبرش رو بذار. حالا وقتی که من تو کدمم رفتم این نامبره رو حساب نکردم، این ناکن واسه کدوم شیپ من هستش، نیمش رو ببینیم، شیت 267. خب من باید دیتا شیت نامبرمونم مثل بقیه حساب بکنم دیگه. ناکن توی ریپورت های انتهایی من اکتیو داکیومنت پیج 265 رو حساب کردم، گفتم برابر با یه چیزی باشه، ولی اونا رو حساب نکرده بودم. بخاطر همین یه باگ همینطوری از من میگیره که نزدیک 10 دقیقه شاید من میگشتم یعنی چرا من اینو حساب نکردم، کجا بودش که من حساب نکردم. اینا از همه بدترن، باز اونا یه اروری یه چیزی میدن، آدم یه جایی میفهمه که یه اشکالی داره. مثلا السیفر من میفهمیدم السیفو اشتباه نوشتم، سعی میکردم املامو درست کنم، نحوه نگارشش رو درست کنم، ولی اینجا نمیفهمم، فقط صفر رو داره میده. یا یه جایی از اینا مثلا غلط محاسباتی داشتن که من خیلی چک کردم غلط محاسباتی اینا نداشته باشم و اینا درست در بیادش. خب توتال اینترنس من میخوام چند باشه؟ برابر با تعداد کاستومرم دیگه. خب من اینجا کاستومر کانت رو دارم، مساوی میذارم با کاستومر کانت. فقط دوباره شیپ آیدی منو بگیرم، شیپ همو شیپ نیم این باشه دیگه، نیمش اینه دیگه. کپی میکنم، میام اینجا پیستش میکنم.
خب یکی دیگه هم چی بودش؟ توتال اگزیت من بودش، کل خروج من بودش، که کل خروجمو دقیقا همینو میگیرم، فقط نیمش رو عوض میکنم. خب نیم اون توتال اگزیت هم چیه؟ میام اینجا توتال اگزیت رو میگیرم، خب جاش میذارم، کپی پیست. خب حالا این دیگه کاستومر کانت نیست، این تعداد خروجه، یعنی برابر با توتال. آها اند ایونت من این دقیقا دیگه درسته. چرا کل ورودهای من به رویداد نهایی میشه توتال اگزیت من، درسته؟ میذارم اینجا. خب حالا فرض میکنم که اگه پلی بشه باگ نباید داشته باشه. خب میام اینجا کلیر میکنم، ران میکنم، 30 ثانیه رو بهش میدم، یه ذره کم تو بذاریم به اند برسه دیگه اینطوری دیگه. خب 30 ثانیه رو بهش میدم، میگم که پلی کن. خب گفتیم که یه باگ دیگه هم داریم که حالا جلوتر با هم میبینیم، که مثلا من یه شی رو دارم استفاده میکنم، از اون شی یه فانکشنی رو درخواست میکنم یا یه پروپرتیش رو درخواست میکنم، تو اون پروپرتی، تو اون شی چنین پروپرتی وجود نداشته باشه، از من قبول میکنه، ولی وقتی که ران میزنه میخواد کامپایل کنیم که اینکه اینو نداره، که حالا با هم دیگه میبینیم. خب این تموم شد. توتال انترنس من 6 تا بود، اگزیت من چند تاست؟ 2 تا اگزیت دارم، نشون نداده. ببینین الان اگزیت من هم نشون نداده. چرا اینو اصلا؟ آها این هم به همون دلیل که من اومده بودم توی اینزرت، موقع تنبلی کرده بودم واسهشو بخوایم، ببخشید، موقع تنبلی کردم، اومده بودم کد بنویسم، گفتم ولش کن، همینجا یه فرمول می‌نویسم که اینو برابر با اون قرار بده. خب این تنبلی باعث شده بود که من اینجا موقع تغییرات این مشکل داشته باشم. خب حالا وقتی که اینزرت فیل شیپ دیتا میکنم، این دو رو به من نشون میده و خب حالا برنامه من درست شد. خب بیاین اون یکی هم ببینیم با هم دیگه. نا کنیم مثلا اینجا من از یه چیزی به نام اپلیکیشن دات چی مثلا استفاده کنم که بدونم غلطه؟ دکیومنت مثلا دات اگزیت، مثلا اگزیت نیست اینجا دیگه. خب اگزیت رو میزنم ببینیم اشتغال از ما میگیره. خب آها ناکنین میگه object doesn't support this property or method. الان اومد اینجا اصلا دیگه دیبای هم نیورد، گفت آقا object نمیتونه این property رو support نمیکنه. خب پس ما الان اینو دیباگ رو هم با هم دیدیم و حالا من اینو پاک میکنم. تا اینجا فرض شد که ما با همین اطلاعاتی که دریافت کردیم میتونیم یه چنین پروگرامی رو بنویسیم. اگر شما تا الان برنامه رو ننوشته بودین یا خیلی کم با برنامه‌نویسی آشنا بودین، ولی خب توی آفیس و با اکسل به خصوص و ویزیو خیلی سر و کار دارید، یه چنین کد نویسی در وی بی ای خیلی جاها میتونه کمک و مشکل گشا باشه براتون. به خاطر همین من سعی کردم، من هم مثل شما یه آدم برنامه نویسی نیستم و برنامه نویسی رو در حد حرفه‌ای بلد نیستم، به خاطر همین من هم سعی کردم دانسته خودم از برنامه نویسی رو تا حدی که کار رو انجام بده بست بدم، تا همین حدی که دیدین، و از اون بتونم استفاده کنم که توی آفیس ازش استفاده بشه و بتونم کارهای خیلی جالبی رو انجام بدم. خیلی جا هست که ما با یه مشکلاتی برمیخوریم که اکسل یا ویزیو نمیتونن اونو به خودی خود انجام بدن. مثلا من میخوام همین شبیه سازی رو توی محیط کاری انجام بدم و خب ارنا هم ندارم اونجا، و یا بخوام پرزنتیشنی رو با ویدیو انجام بدم، یا توی اکسل یه سری دیتا دارم که فرموله های اکسل نمیتونن اون کار رو انجام بدن، مثلا ثبت اطلاعات. اکسل میتونه مثلا بیاد به صورت ستونی و سطری همه رو تک تک بنویسه، ولی هزارومیش رو باید بیام ستون از هزارم بنویسم،
ولی یه فرمی داشته باشم که اونو ثبت اطلاعات کنم و از طریق وی بی ای میتونم بنویسم. خب از طریق وی بی ای میتونم بنویسم که راحت تر این کار انجام بشه و امکان پذیر باشه و خیلی از کارهای دیگه ای که توی اجرا ما بهشون بر میخوریم و از وی بی ای میتونیم استفاده کنیم تا اون مشکل رو برطرف کنیم و کارهای خیلی قشنگ و خارق العاده ای انجام بدیم. خب این آخرین جلسه ما بودش. امیدوارم که زبان برنامه‌نویسی وی بی ای رو تا حدی که بتونین از اون استفاده بکنین و کاربرد براتون داشته باشه رو یاد گرفته باشین و بتونین کارهای جالب و قشنگ رو باش انجام بدین. ممنونم. این کدی که در آخر بهبود داده شده و تهیه شده هم در سایت دیاکو قرار داده شده به همراه کد اولیه، یعنی شما هم ورژن اولش رو دارین و هم ورژن نهایی که میتونین اونها رو از این وبسایت تهیه بکنین. خب ممنونم ازتون، خدا نگهدار.